در جنگ ایران عراق که 8 سال ادامه داشت و سلحشورانه مردم ایران جنگیدن و از سرزمین آب و خاک ما دفاع کردن در برابر تازش تازیان، که البته تازیان الان هم تو ایران تا همین الان امروز من دارم با شما صحبت میکنم تازیان هستن که در ایران دارن حکومت میکنن. سند این امروز میبینیم از تیمسار، من میگم تیمسار بهش، امیر دریادار میگن، حبیب سیاری، که آقایشون بارها باش مصاحبه کردن، مصاحبهشون رو پخش نکردن. فرمانده نیروی دریایی، کسی که از تکاوران بوده، رزمندگان در جنگ شرکت داشته، زخمی شده و غیره، سند خیلی خوبی رو به ما ارائه میکنه، حرفای قشنگ میزنه. باید گوش کنید تا ببینید و بفهمید که یهو چهار تا بچه پاسدار و کمیته چی نرفتن سال 60 به جنگن ایران رو نجات بدن. اینا حتی جسه بلد نبودن اون بچه‌ها، که من میشناسمشون، خود منم اونجا رفتم دیده بودم که بچه‌ها تا یه جسه بلد نبودن دستشون بگیرن، جسه استفاده از یک جسه بلد نبودن. چطور تونستن در برابر اون ارتش جهانی عرب، چون جهان عرب با ایران می‌جنگید، به سرکردگی صدام حسین، و بعد تمام غرب هم به اینا کمک می‌کرد، پیشرفته تن اسلحه داشتن. دم آری بن مناشه گرم، رفیق من که اومد و به ایران اسلحه فروختیم. خب این بچه‌ها چجوری تونستن دفاع کنن؟ با نیروی دریایی، نیروی زمینی، نیروی هوایی محمد رضا شاه. اونها بودن که میجنگیدن، افتخارش اینا به نام خودشون میکردن. اونها بودن که کشته میدادن، اینا افتخارشونو. بعد سپاهی که تشکیل شد توسط کی آموزش دید؟ همین ارتش؟ ارتش شاه بود که به اینا آموزش نظامی داد. همه اینا رو 40 سال از شما پنهان کردن. امروز با شعار رضا شاه رو حد شاد که میدید، عکس و تصویر و نام فرماندهان و اونهایی که چه کشته شدن، چه اونهایی که الان هستن، چه اونهایی که تو جنگ کشته شدن، چه اونهایی که اعدامشون کردن، اینا عکس و اسم و شمایل و تصویر زیبا اینها رو بذارید در کنار رضا شاه رو شاد. و من به خبرنگارا، روزنامه‌نگارا داخل کشور بهشون پیشنهاد میکنم، بهید با اینها مصاحبه کنید، برین با فرماندهان عمرای ارتش شاهنشاهی بودن، حالا مفتدان شدن دست اینها، که اینها اصلا سپاه رو درست کردن. اینها به سپاه یاد دادن که چجور هفتیر بگیره دستش، تفنگ بگیره دستش، چجور دفاع بکنه. دفاع که اینا یارو که از خونه ننشه که نیومده بود فرمانده سارالله بشه، فرمانده لشکر فلان بشه، فلان بشه، فلان بشه. تمام اونهایی که در دوران محمدرضا شاه آموزش یافته بودن و خوشبختانه کشته نشدن و موندن، اونها بودن که اینا آموزش دادن. و اینها 40 ساله که ارتش ما رو سانسور کردن. اینجا خود تیمسار اعتراف میکنه به این قضیه. و از همه مهمتر این فیلمسازان الدنگ، همین حاتمی کیا و کسای دیگه، که به دروغ فیلمایی رو ساختن که آقای تیمسار چند تا اشاره بهش میکنه، که حتی از نظر تبلیغاتی نیز اینها سعی کردن تا میتونن به ملت و مردم و تاریخ دروغ بگن، یه چیزهایی رو بسازن که چند تا نمونهش تیمسار سیاری، امیر دریادار، حبیب سیاری میگه. شما میبینید باید آدم خون بگریه که تا به امروز اینجا و حالا که من دارم با شما صحبت میکنم، هنوز در سرزمین ما تازیان حاکم هستند و هنوز تازیان هستند که میخوان ارتش مقتدر ما تضعیف بشه، ضعیف بشه، و بچه‌هایی که تفنگ نداشتن دستشون بگیرن. محسن رضایی به تو میگم، آقای باقری به شما میگم، به تمام این سپاهیانی که حقیقت رو میدونن و پنهان کردن، پنهان کردید قالیباف ها و میدونید شما حقیقت چه، تفنگ بلند نبودین دستتون بگیرن، بچه‌ای بودن از مدرسه و خونتون اومده بودین بیرون، ارتش شما رو ساخت، ارتش به شما آموزش داد، و تازه ارتش پیشاپیش رفت جنگید برای آزادی ایران. شما تازه وقتی هم بودین پشت سر بودین. یک فیلم از دلاوری های ارتش نساختن، یک مصاحبه نذاشتن از اینا پخش بشه با تیمسار، امیر دریادار، حبیب سیاری بارها مصاحبه کردن، بارها، یه دونه شو پخش نکردن. اینم که الان پخش می‌کنیم سانسور شده، پخش نشده، نیم ساعت، نصف روزم نکمتر از چند ساعت رو سایت بشون بوده اینا، بعد مطلقا بردارین برداشتن، سانسور شدید. ولی مردم با شما هستن، از این روز شروع کنیم تجلیل از اینها و از همه روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، برنامه سازان رادیو تلویزیون در داخل میهن. من میخوام که هر روز شما برید و با این عمرای ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی به گفتگو بنشید و افتخارات که پنهان هست برای ما آفریدن رو شما باز کنید. ببینید تیمسار حبیب الله سیاری رو و گریه کنید. گلی میدم به تیمسار سیاری و همه دلاوران ارتش شاهنشاهی که نام جمهوری اسلامی روشون.
اگر میخواین صحبت منو بنویسین، من خواهش میکنم اینا رو بنویسید. تقصیر شماست. شما با نسل قبلی که مثلا فرض بفرمایید که اصلا نیومدن موقعیت ارتش رو حساب بکنن، ما هنوز هم کسی حق نداره با دوربین تو پست فرماندهیمون بره. خب من چه کار کنم؟ این آموزش مردمی برادران سپاه بسیج میرفتن، هر گروه یه فیلم بردار هم راش بود، مگه نبود؟ خدا رحمت کنه شهید آوینی. اگر ما یه همچه آدمی تو ارتش داشتیم، ما اگر قرارات اینجوری باشه، خب باید ما هم داشته باشیم دیگه. از این به بعد خیلی توسعه بدیم، خیلی رسانه‌ای بشیم، خیلی هر حرکتی انجام بدیم. فکر کنم جوان امروزی باید احساس بکنه که امنیت کشورش برقراره و بدون کی انجام داده. لازم نیست که من هر روز برم بگم آقای جوان امروزی تو بدان که من، ببین من سیاری چقدر کار میکنم. یک رزمایش انجام میشه، قدرت رو میفهمه جوان امروزی. شما میبینید مثلا چقدر فیلم هر روز در مورد جنگ جهانی دوم میسازن برای نشان دادن توانمندی خودشون، و هزار تا عیب داشتن پنهان میکنن اما موفقیت رو نشون میدن. حالا این مظلوم شده چرا؟ چون که میدونیم همه ما که یک رشادت های زیادی در تاریخ کشور ما انجام شده که به هر حال این مرزبون باقی مونده و تقویت میشه و ضعیف میشه. مردم متوجه فکر میکنن این وسط انگار ارتش نبوده. بله بارها میگم بعد یه سری عواملی بودن که هنوز هم زاویه دارن با ارتش، مثلا حرفایی بزنن، گفتایی بزنن، این ثابت کنن. هنوز هم ما میبینیم عملیاتی میتونی ثابت کنی که ارتش توپخانش فعال نبوده. خب نیست قشنگ. هوا نیرویش فعال نبوده. نیروی هواییش فعال نبوده. دریا که اصلا کلاً بله. ارتش بوده دیگه. حالا چون ما نیرو دریای سپاهمون سال 65 شکل گرفته، تازه یه سازمان میخواد شکل بگیره. مگه به همین راحتیه که شما ظرف 6 ماه یه عالمه انسان و آموزش دیده و تخصص و ناو و فلان بیاره؟ مگه اینطوریه؟ بنابراین کجایی میتونه بگه که ارتش نبوده؟ من میسازید که مثلا ببینید یه سید یه حاجی با یه تیربار جسه یه دستی یه لشکر رو ظرف 26 از بین میبره. خب اگه اینجوری 12 شبانه 12 لشکر از بین میرفتی. خیلی از فیلم چه تعریف میکنن نه؟ اما من با آقای کی بود کارگردانش؟ حاتمی کیاد. به دفتر خودم موقعی نیرو دریایی بودم جلسه گذاشتم و گفتم آقای حاتمی کیا، اون شهید فلاحی که تو نشون دادی شهید فلاحی ما نبود. گفت چرا؟ گفتم ببین شهید فلاحی فرمانده من بوده در سال 56 که من دانشجو بودم تو مرکز پیاده شیراز. یک ابرمردی بود برای خودش. شهید فلاحی توی سوسنگرد رفته بودن شناسایی برای آزادسازی سوسنگرد. گلوله خمپاره و توپ می آمد. همه میگن که وقتی گلوله آمد شما بایستی پناه بگیری. میگن شهید فلاحی خم نمیشد، راست راه میرم. میگفتن آقا خم شو. میگفت من تو کشور خودم خم نمیشم، دشمن باید خم بشه. این یعنی چی؟ فکر میکنی مغزش کار نمیکرد؟ نه، یک آموزش بود، یک حرکت بود. اما شما وردی تو فیلم یادم که بابا این کجا شهید فلاحی بود؟ من که از اول تا آخرش گریه کردم، گفتم این شهید فلاحی ما رو اینجوری نشون میده. همین سجاده کیمیا همینطور بود. کیمیا که حالا برات بگم، بس کیمیا برات بگم. شما اینا رو ثبت زد می، من کیمیا یک ساعت و نیم تو تلویزیون صحبت کردم، ضبط کردم و پخش نکردم. یعنی کیمیا رو در دادم و تازه میگه. یعنی ما تو ایران انقدر بی غیرتیم که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه؟ ای توف به شرف ما که ما مردیم، دختر 14 ساله ما رو خط مقدم، بعد عراقی‌ها بخوام بگیرنش؟ آقا ما ثابت کردیم دختر ما، زن ما گرفتار شده بود تو خرمشهر. ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه از عراقی نیافته. اون وقت ما انقدر بی‌غیرتیم که کیمیا به خط مقدم می‌جنگه؟ کسی منکر این نیست که خانمای ما، خواهران ما، زنان ما، دختران ما تو جنگ نقش بسیار اساسی داشتن، اما جای خودشون. خط مقدم کی گفته دختر بره بجنگه؟ اونم در مقابل اونی که من دیدم که چه جنایت هایی کردند. چجوری ممکنه هم چیزی؟ چرا این کار میکنن؟ گفتید به آقای مثلا آقا شما غیرت داری که مثلا خود خواهر خودت نه، یه دختری از اون شهر دور ایران تو خط مقدم باشه، تو